مشروع خبرها، مسئولان امارات اسلامی در وزارت صنعت و تجارت میگویند که عواید صادرات افغانستان در 6 ماه نخست سال روان بیش از 1 میلیارد دلار افزایش عواید داشته است. با گفته مسئولان وزارت صنعت و تجارت، آنها تلاش دارند که این رقم را تا پایان سال روان به 2 میلیارد دلار بالا ببرند. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که افغانستان از بخش صادراتی خیش در 6 ماه نخست افزایش قابل توجهی نسبت به سالهای پیش داشته است. احسان الله فطرت، رئیس بخش صادرات وزارت صنعت و تجارت میگوید صادرات افغانستان در 6 ماه اول سال روان بیش از 1 میلیارد دلار عواید داشته است که نسبت به سال گذشته رقم بیشتری را نشان میدهد. داشت نسوار لسویه و المریز کال لملیش پا گمیشت صادرات تقریبا تر 1 میلیارد دلار نپورت سوال نسبتا تیر کال چیز منگا 350 میلیون دلار صادرات رو دل په دولس میاشتو څلور روبه کې نو انشاءالله زموږ هدف او زموږ ټارګیټ راتلونکي شپږ میاشتې د کال تر اخره پورې تر 2 میلیارد دلار پورې ده. در همین حال عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت افغانستان در بخش تولیدات داخلی رشد چشمگیری داشته است. آقای اخوندزاده میگوید که این وزارت تصمیم دارد که با استفاده از زغال سنگ انرژی تولید کرده و برای تولید کنندگان ارزان نماید. ما به فابریکات صنعتی خود کوشش داریم که برق 24 ساعته در کابل و ولایات داشته باشیم. همچنان روی بعضی پروژه های تولید برق خود ما کار داریم تا ما بتانیم در افغانستان انشاءالله اگر الله متعال خواستش باشه 1000 مگاوات برق تولید کنیم در افغانستان. اسوی حمزه به اولام جهید سخنگوی امارت اسلامی پس از سفر ترکیه به افغانستان میگوید که با تلاش های هیئت امارت اسلامی تجاران و بازرگانان ترکیه را ترغیب به سرمایه‌گذاری در افغانستان نموده‌اند. شرکت‌های تولیدی که در ترکیه هستند، در بخش‌های زراعت، در بخش‌های عمران، در بخش‌های معادن، تخصص‌های مختلف دارند، کارکردهای مختلف و فعالیت‌های مختلف در نقاط مختلف جهان دارند. با آنها هم نشست‌های متعدد انجام شد که الحمدلله آنها بیشتر از همه تشویق شدن که به افغانستان بیاین، در ایجاد در راستای معدن، در راستای زراعت، در راستای بازسازی و همچنان اعمار شهرها، سرکها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. این در حال است که به گفته مسئولان وزارت صنعت و تجارت عواید صادراتی سال گذشته 1.350 میلیارد دلار بوده است. به گفته مسئولان وزارت تجارت بیشترین اقلام عایداتی افغانستان ینج، جلغوزه، میوه های تازه، قالین، زعفران و بخش های معدنی می باشد. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.